چه وقت در او را میزنیم؟ وقتی به مشکل برخوردیم. بچه ما مریض شد، دختر ما مریض شد. ای بنده تو سخت بی وفایی، از کبر به سوی ما نیایی. گر درد هم به جان زارک، زاری بکنی دویده آیی. آنگاه که تو را شفا ببخشم، آسوده شوی دیگر نیایی. این حالت ما هست. خدا رحمتش کنه میگه وقتی مرگ و درد آن سو میخمی، چون که دردت رفت چونی اعجمی. تلاش میکنم شب بیدار شیم نمیشویم، تلاش میکنم شب زنده دار باشیم نمیشویم. باز من گفتم دو تا علت داره، یکی گناه است. وقتی گناه در زندگی زیاد شد باز شانه های سنگینی میکنه. کی الله رب العزت و الجلال بنده که هیچ وقت برگشت نمیکنه، هیچ وقت توبه نمیکنه و جلو خود قرار بدهد. او خود سنگینی گناست. از حسن پرسان کردن ای بزرگوار من شوق دارم نماز شب بخوانم، نمیشود. حضرت حسن فرمود گناه تو را بسته کرد. خدای من میخوایم ملاقات با تو داشته باشد. این دل بیقرار من، این دل بیقرار من عاشق مبتلای توست. دیده باطن مرا سرمز خاک پای توست. عمر نموده ایم تبه، نامه نموده ایم سیه. نیست مرا بجز گناه، چشم من و عطای توست. در باره عبدالقادر گیلانی یا جیلانی رحمت الله علیه، ای 7 سال سن داره، 7 سال سن داره. شب از شبها پدرش در تهجد بیدار شده، تهجد میخوانه پدرش. او عبدالقادرها پدر تهجدگزار داشتن، حسینها پدر دیندار داشتن که شب زنده دار بودن. ولی ما خب پنج وقت نماز به وقتش نمیخوانیم. یک کس دست خدا بلند کنه که من یک ماه پای در پای تکبیر و اولا را پشت امام گرفتیم، یک ماه پای در پای. چند نفر در این مجلس ما باشد؟ امروز به خاطر دکان فرض خدا ترک است، به خاطر فاتحه گیری فرض خدا ترک است، به خاطر جنازه فرض خدا ترک است، به خاطر عروسی فرض خدا ترک است، به خاطر مهمانی همسایه فرض خدا ترک است. نماز صبح 8 سجده، نماز پیشین 20 سجده، نماز عصر 8 سجده، نماز شام 10 سجده، اینا همه ترک کرد. من از جماعه جوان ها پرسان کردم که چند کرد نماز فرض در یک شبانه روز میخوانین؟ زودتر بگوین چند کرد میخوانین؟ خیلی کم از کسی که بفهمه چند کرد نماز فرض در یک شبانه روز میخوانه، چند کرد سنت در یک شبانه روز میخواند. عزیز دل من، شیخ عبدالقادر گیلانی و جیلانی که پیر اولیاست، پدر جانم یک جمله برای من میگفت، میگفت که خاری که اصل است از اون اول که برای من نوک کشتیز میباش. او شب از شبها وقت پدر بلند میشود، در وقت خواندن تهجد یک سایه را احساس میکند به پشت سر خودش. نماز که به پایان میرسه نگاه میکنه که پسر 7 ساله سر به سجده است و نماز تهجد میخوانه. سبحان الله، تکبیر، الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله. من در جلسه از خواهرها گفتم شکایت زیاد میامد در هر مجلسی که داشتیم، ورقای زیادی میامد شکایت از شوهر بود. من برایشان گفتم شب که شد مادر گرامی از رخت خواب خود بلند شو، طهارت بگیر، برو به خانه تاریک، اونجا نماز بخوان، دست خود را به سمت الله دراز بکن، از الله بخوا. مشکل گشا، حاجت روا، حاجت برا. کی است؟ با آواز بلند میشم، الله بلندتر، الله، الله هست. از او بخوا. ماستر کلید برای تو میدهد، شاک کلید برایت میدهد، تمام مشکلات زندگیت حل است. اونهایی که تجربه کردن میدانند، اونهایی که تجربه کردن میدانن. برش گفتم به اوجب رفته تهجد بخوان، شوهر نصف شب بلند میشه زن رو گم کرده. زن کجا شده؟ در جستجو میرود، میبیند که در خانه تاریک دست به سمت آسمان دراز از صدا میزنه، یا الله، یا الله، شوهر من را هدایت نصیب بگردن. من گفتم وقتی این کلام را شوهر بشنوه که زن به الله میگه ای الله، شوهر مرا هدایت نصیب بگردان، این شوهر دیگه به این زن ظلم کرده میتوانه؟ ما از خدا دوری، ما از خدا گم شده ایم. او به جستجو، چون ما نیازمند گرفتار آرزو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان بهای اوست.
امروز ما نداریم. بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، تیرگی های دل از شام گناه من و توست، جز خدا کیست که در پرتو فضلش بخزیم، رحمتی بوست که هر لحظه پناه من و توست، حسن معشوق در آفاق جهان جلوگر است، زنگ در آینه قلب سیاه من و توست، نقطه گویدم ای دوست بیندیشتم، دشمن ما هوس گاه بگاه من و توست، دشمن اینجا است، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. برو تو تهجد بخوان عظیمی شب، می صحبت دارم گوشش بکن، لحظه ای با شب زنده داران، لحظه ای با شب زنده داران، عظیمی شب یک تعهد ببند بر رب کعبه قسم، جوان به تو قسم خوردم، جوان عزیز برای خدا میگویم، عظیمی شب نماز شب شروع بکن، ببین که چه اتفاق در زندگیت میفته، زنت فرمان بردارت میشه، فرزندت فرمان بردارت میشه، دخترت با عفت و با حیا میشه، دروازه های خیر و برکت در زندگیت باز میشه. چرا شک داری؟ برو. ای بنده گریز و خود را به ما اله کن، ای بنده گریز و خود را به ما اله کن، با حضرت ما دوستی یک دل کن، یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا، گر حاجت تو نشد روا آنگاه گله کن. یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا، گر حاجت تو نشد روا آنگاه گله کن. ما چه وقت در او را میزنیم؟ وقتی به مشکل برخوردیم، بچه ما مریض شد، دختر ما مریض شد. ای بنده تو سخت بی وفایی، از کبر به سوی ما نیایی، گر درد هم به جان زارک زاری بکنی دویده آیی، آنگاه که تو را شفا ببخشم آسوده شوی دیگر نیایی. اینیم حالت ما هست. حضرت مولانا میگه خدا رحمتش کنه، میگه وقتی مرگ و درد آن سو میخمی، چون که دردت رفت چونی اعجمی، وقتی محنت گشتی الله گو، چون که محنت رفت گوی راه گو، چند اندر رنج ها و در بلا، گفتی از دامم رها کن ای خدا، تا چون این خدمت کنم احسان کنم، خاک اندر دیده شیطان کنم، چون رها کرد حق تو را از امتحان، همچنان هستی که بودی همچنان. تکبیر. عزیز دل، پدر به شیخ عبدالقادر 7 ساله میگوید، مکاشفت القلوب، محمد غزالی در مکاشفت القلوب میگه گاهی وقت اولیا در میان اطفال است، گاهی وقت اولیا در میان اطفال است. برش میگه پسرم چی کار میکنی؟ گفت پدر جون تهجد و سجده میکنم به پیشگاه پروردگار خود. گفت پسرم هنوز وقت است، برو بخواب، وقت تو بزرگ شدی به بلوغ رسیدی، باز من تو را بیدار میکنم اگر حیات داشتم. این پسر یک سوال از پدرش میکنه، میگه پدر جون روز قیامت وقتی به پیشگاه الله قرار گرفتم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه به پیشگاه الله صف میبندن، وقتی به پیشگاه الله قرار گرفتم، اگر الله از من پرسان کرد چرا بنده به من سجده نکردی، چرا شبها مرا طاعت و بندگی نکردی، باز من برش میگم پدر من نگذاش، جواب پروردگار من میتی؟ سبحان الله. وقتی این کلام از زبان این طفلک کنده میشه، پدرش عبدالقادر را در آغوش میکشه، میگه سبحان الله، خدایا تو را شکر که چنین فرزند و من نصیب گردانیدی. بعدش میگه فرزندم از تو بوی ولایت الهی میآید، از تو بوی الله میآید، بوی ولی میآید، تو در آینده بزرگ میشوی، شیخ عبدالقادر میشود پیر اولیا. امام ربانی میگوید به درجات قرب ولایت الهی نمیرسد آن که نماز شب ندارد. چرا اینقدر من تاکید میکنم؟ عزیز من، این نماز شب را داشته باش، مشکل حل است. امروز ما خیلی غم داریم،
بیرون شو ای غم از سینه که بوی یار می آید، تو ای غم برو گم شو که آن دلدار می آید. نخوانم یار را شادی که از شادی گذشت است، او مرا از فرط او عشق او ز شادی عار می آید. ما امروز با الله رفیق نیستیم، با الله ارتباط نداریم، تماس های ما قطع شده، آنتن های ما با الله قطع شده که مشکلات در زندگی ما روز افزون بیشتر می شود. ما بهترین نظام و بهترین فضای معنوی و اسلامی فعلا حاکم از دهی کشور، چرا هنوز آرام نیستیم؟ چرا هنوز به آرامش نرسیدیم؟ چون از این دلها شروع می شود آرامش. الا بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. حضرت اقبال میگه شب پیش خدا بگریستم و زار، مسلمانان چرا خارند و زارند؟ ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند ولی محبوبی ندارند. امروز ما دل داریم ولی دلدار نداریم. ما دل داریم، به همه چیز دادیم، می دله، به آیفون دادیم، به گیم دادیم، به تلویزیون دادیم، به سریال دادیم، به دختر دادیم، به پول دادیم، به ثروت دادیم، به شهرت دادیم، ولی به الله ندادیمش. اذا صلحت صلح الجسد کله، وقتی اصلاح شد کل جسد اصلاح می شود. این تعهد از شما می گیرم، بعد صحبت را تمام می کنم. انشالله یک تعهد می گذارین به من، عزیزان من، به پیشگاه الله هست. این شب شب خیلی خوبی هست. الله پخش مستقیم ما را میبینه، لایف ما را میبینه، واسطه ای در کار نیست. الم یعلم، بخوان قاری سب، الم یعلم، الم یعلم بان الله یرا. آیا انسان نمیداند که الله میبیند؟ آیا انسان نمیداند که الله میبیند؟ پس ای آیه 14 سوره علق را در سر دروازه خانه خوب به خط درشت نوشته بکن. خب تعهد من چیست؟ اولی که عزیز من، فرض خدا مهمتر هست. پنج وقت نماز به وقتش، انشالله این کارو میکنی. پنج وقت نماز به وقتش. دوم، جوان، یه پیام دیگر این شب داره، میلاد نبی داره، این چشم خود را حفاظت بکن. من یک موضوع صحبت دارم این جمعه، جوانا اگر میایین بیایین. موضوع صحبت، ای کاش همه جوانان ما عفت و پاکدامنی میداشتن. ای کنترول چشم خود را بکن، متوجه گوشی خود باش که من این را واسکت انتحاری نام کردیم، تکمه هایش تکمه واسکت انتحاری نام کردیم. ای تکمه ها را متوجه باش، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم، این انگشتان تو روز قیامت شهادت میدهد که با این انگشتان با کلیدهای موبایل چی کار کردی، با کی تماس کشیدی، با کی پیام کردی، اینها روز قیامت شاهدی میدهند. پس متوجه موبایل خود، متوجه چشم خود باش. و دیگر اگر میخواهی کل مشکلات زندگیت حل شود، دست بلند کنیم که نماز شب میخوانیم یا نه. نماز شب میخوانیم انشاءالله، دست خود بلند شده، الله به ما هدایت نصیب بگردانه. برو این شب به خواهرت بگو، اگر همسر نداری، اگر همسر داری به زنت بگو بیا بعد از این شب، شبهای دراز است، 12 ساعت، بیا این ساعت 3 بلند میشه. من یک جواب این هفته گفتم، بعضی کسا شکایت داشتن که روی شب زنده داران صحبت کردی، اما ما تلاش میکنیم شب بیدار شیم نمیشویم، تلاش میکنیم شب زنده دار باشیم نمیشویم. باز من گفتم دو تا علت داره، یکی گناه است. وقتی گناه در زندگی زیاد شد، باز شانه های سنگینی میکنه. کی الله رب العزت و الجلال بنده که هیچ وقت برگشت نمیکنه، هیچ وقت توبه نمیکنه و جلو خود قرار بدهد، اخو سنگینی گناست. از حسن پرسان کردن، ای بزرگوار، من شوق دارم نماز شب بخوانم، نمیشود. حضرت حسن فرمود گناه تو را بسته کرده. دوم، راتب نابلسی رحمت الله علیه می فرماید به اللهت بگو وقتی در بستر رفتی شب با اخلاص، به اللهت بگو که خدایا ساعت 3 مرا بیدار بکن، ساعت 3 مرا بیدار بکن. راتب نابلسی رحمت الله علیه میگه برای به کعبه قسم که یک دقیقه بسه مانده تو را الله بیدار میکنه. یک بار خوب بگو الله اکبر، یک دقیقه بسه مانده تو را بیدار میکنه. وقتی تو با او بگوی خدای من میخوای ملاقات با تو داشته باشد، این دل بیقرار من،
این دل بیقرار من عاشق مبتلای توست، دیده باطن مرا سرمز خاک پای توست، عمر نموده ایم تبه، نامه نموده ایم سیه، نیست مرا بجز گنه، چشم منو عطای توست. وقتی تو از ته دل از الله بخوای، یک بار همین شب امتحانش بکن، همین سخن احمد فیروز امشب یک امتحان بکن، برو در بستر بگو خدایا با اخلاص من ساعت 3 بیدار بکن، تو از ساعت 12 شب اینجا بنشین و برو بخواب، 2 ساعت بیشتر نمیخوابی، باز هم به الله بگو خدایا ساعت 3 یکم 3 تو رو بیدار میکنم. به این شک نکن، من احب لقاء الله احب الله لقاء. وقتی کسی محبت ملاقات خدا را داشت، الله محبت ملاقات او را دارد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.